از روز جمعه که خبر ترور آقای فخری زاده منتشر شد تا همین امروز اغلب رسانه‌های بین المللی به آن پرداختند. پیکره آقای فخری زاده در قم، مشهد و مقبره آیت الله خمینی به نماز و دعا گذاشته شد. در مجلس تمام نمایندگان خواهان انتقام شدند و این در شرایطی که آقای روحانی از مجلس می‌خواهد بر اساس یک رأی‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگر اجازه بازرسی در ایران نداشته باشد. آقای روحانی در پی پیروزی آقای بایدن به گفته خبرگزاری فرانسه در صدد نجات برجام است. جدا از این خبر، یعنی خبر خبرگزاری فرانسه، آقای بایدن هم گفته امریکا به برجام باز خواهد گشت، اما به یقین کار امروز به فردا نخواهد بود. باید گفت صحبت از انتقامگیری حکومت در بسیاری از تحلیل‌ها حضور دارد، اما یکی از بهترین‌هایش تفسیر آقای فرانسوا نیکولو، سفیر سابق فرانسه در تهران است، که می‌گوید تا 20 ژانویه آغاز کار آقای بایدن حکومت کاری نخواهد کرد. اگرچه جورج مالبرونو نویسنده این مقاله فیگارو می‌گوید حکومت به دو سلیقه تقسیم شده است. نشریه آرس نوشته حذف آقای فخری زاده یعنی که اسرائیل به امریکا پیام داده، و اگر نوشته آرس چنین باشد یعنی که میپذیرد ترور از سوی اسرائیل بوده است. در حاشیه خبرها وال استریت جورنال دیروز نوشت داماد آقای ترامپ آقای کوشنر قرار است همین هفته به عربستان و قطر برود، و قبل از آنکه دلیلش روشن بشود سایت تلویزیون E24 متعلق به اسرائیل میگوید در پی واکنش‌های حکومت تهران ممکن است ایران به تلافی به امارات حمله کند، اما دلیل این ارتباط را قید نکرده است. باید گفت اگرچه انگشت اتهام به سوی آقای نتانیاهو رفته، اما او پیشتر در فیلم‌های گوناگون فعالیت آقای فخری زاده را اشاره کرده بود. آقای برنی ساندرز معتقد است ترور آقای فخری زاده بی دلیل و در آستانه جابجایی دولت جدید امریکا کار گفتگو را دشوارتر خواهد ساخت. جالب است که بدانیم هفته قبل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان توضیحاتی از سوی دولت تهران شده بود. La situation tendue entre Israël et Téhéran que l'on va décrypter avec vous, Ardavan Amir Aslani. Rebonsoir, merci d'être Bonsoir, là, avocat, essayiste, spécialiste. آقای اردوان امیر اسلانی، وکیل دعاوی ساکن فرانسه، در تلویزیون فرانس انفو میگوید وی نگران وخیمتر شدن اوضاع است. او میگوید اسرائیلی‌ها در هر دو صورت خود را برنده می‌دانند، به خصوص اگر حکومت تهران واکنش نشان بدهد. آن زمان امریکا بهانه‌ای برای پاسخگویی خواهد داشت. آقای امیر اسلانی میگوید قبل از خروج آقای ترامپ از برجام همه چیز درست پیش می‌رفت. الان ایران 2500 کیلو اورانیوم غنی شده دارد، در حالی که قبل از خروج امریکا از برجام جمهوری اسلامی فقط 102 کیلو اورانیوم غنی شده داشت. Aujourd'hui les Iraniens disposent de 2500 kg d'uranium enrichi, alors que quand les Américains avaient quitté l'accord, l'Iran en avait que 102 kg. اما در این باورها حتی آقای مکمولن هم اوضاع را نگران کننده می‌بیند، و این در یک مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون NBS. و حالا برای آنکه از خبرهای سیاسی کمی دور شویم، آقای جو بایدن به هنگام بازی با سگش که یک سگ برژه آلمانی است به زمین خورد و استخوان پایش ترک برداشت. وی که 78 سال دارد بایستی برای چند هفته چکمه مخصوص به پا داشته باشد. پیشتر در زمان گفتگوهای برجام در لوزان سوئیس هم آقای جان کری با دوچرخه همین مشکل را پیدا کرده بود. و در پایان در آستانه مراسم مذهبی کریسمس و همزمان وجود و حضور کرونا، مذهبیون از اینکه قرار است در کلیسا هر نوبت نیایش فقط 30 نفر حضور داشته باشند ناراضی و شاکی اند. جالب است در کنفرانس ها و یا در رابطه های دورادور بین انسان ها اینترنت مشکل را حل کرده، اما رابطه همین انسان با خداوند حرف دیگری است.